سلام، برعکس باحال دست دم دم در دور همیه کولکول یوتیوب، سوال اقتصادی هستم. امروز براتون یه ویدیو داریم راجع به خدا. مثل اینکه دوباره منم چون همش از من راجع به خدا میپرسن، من آخرین نفرم که راجع به خدا ازم پرسیده بشه، چون من هیچ اطلاعاتی راجع به خدا ندارم. بعد همه خدا باورم، مشکلشون با من اینه که چرا اطلاع راجع به خدا نداری. میگم چون یه کوتوشیه که تصمیم گرفتم نه راجع بهش یاد بگیرم. میدونی چی میگم؟ مثلا بهت میگن چقدر راجع به فوتبالیستا میدونی؟ خب یا خیلی میدونم یا نمیدونم دیگه. حالا نمیدونین دادم بدی نیستی که، هنوز میتونی بفهمی فوتبالیستا واقعی نیست، کارتونه. حالا یه نفر میگه نه این از یه آدم واقعی فیلم گرفته شده توی چین، بعد ازش کارتونشو ساختن، ولی این یه آدم بوده. من دیگه مثلا میدونی اجازه نپذیرم. اولا که یه چیزی بگم، اول ویدیو هر شروعی که توی ویدیو میگم نظر منه، میتونه اشتباه باشه، میتونه درست باشه. و یکی از چیزایی که من راجع به خودم علاقه دارم اینه که من با خیلی از ایده هام خودم کامواب میکنم، و وقتی یادم میاد که این کار است میشنوه میگه ایده هات خوبه. به خاطر همین ایده هامو کسی انگولک نکرد، یعنی مثلا که کتاب رو نخوندم راجع به اینکه خدا هست یا خدا نیست، بعد میگم او این کتاب بس مثلا آقای فلانی گفته خدا نیست پس خدا نیست. من اینجوری نیستم. اطلاعات یاد میگیرم، خب کتابم میخونم به خاطر اینکه مثلا بتونم خودمو بهتر کنم، اطلاعاتمو کلا خب بیشتر کنم. البته اینم بگم، ما توی 3-4 سال گذشته خیلی به خودم نرسیدم، به خاطر اینکه بچه‌ها وحشتناک وقت زیادی از تو میگیرن. خب مثلا تو بخوای یه چیزی مثلا داکیومنتری نگاه کنی، چه مثلا 40 دقیقه است، تو با 40 دقیقه تو دنیای این باشی. بچه خوب هر 5 دقیقه کارت داره، بچه تخمی هر 5 ثانیه کارت داره دیگه. اصلا تو بگو بچه خوب رو داری، خب ببین به جهنم. من خیلی وقتم کم شده، اتفاقا همین امروز یه دونه اپو ساین اپ کردم که میاد کتابایی که مثلا معروفن و خوبن و کلا کتابا رو میاد جیزشون رو به قول معروف میذاره، هایلایتشون رو میذاره اونجا تو بخونی که تو یاد بگیری پوینت این داستان چی بود. حالا با دیتیل یاد نمیگیری، بعد یه چیزی که مثلا باحال باشه اون کتابا رو میخرم کاملشو میخونم. امروز همین براش ساین اپ کردم، گفتم روزی 20 دقیقه بهت وقت میدم. گفته روزی 20 دقیقه وقت بدی به من، ماهی 60 تا کتاب میدم بخونیم، یعنی میشه روزی 2 تا. حالا یه دونه آپدیت بهتون میدم بعدم که چی شد. خلاصه آقا مثلا من آدمی ام که هم زیاد مسافر رفتم، هم با آدما زیاد حرف میزنم، هم با آدمای خوب زیاد حرف میزنم، از آدمایی که بیشتر از من میدونن سعی کنم چیز یاد بگیرم، و به خاطر همه این کامبینیشن ها یه قفل خوبی رو دنیا دارم. یعنی دنیا رو میتونم به یه چیز خیلی ساده ببینم. مثلا مردم دنیا رو خیلی سخت و درهم و اینا میبینن، من دنیا رو خیلی ساده میبینم. مثلا فرض کن انسان وجود نداره، مثلا راجع به مثلا چه میدونم مورچه خوار صحبت میکنم، مورچه خوار همه مثلا قوی شدن، دارن مثلا دور هم زندگی میکنن، یاد گرفتن که دارن مزرعه مورچه بزنن دیگه، مورچه همه دارن دیگه، لازم نیست خودتون سرویس کنید ببینید مورچه بخوری و پر خودشون ماشین زدن و اینا، بزرگ هم شدن و این ور مثلا کشور دارن با هم میجنگن، این مورچه خارا مو مورچه خارا میکشن، این مورچه خارا میگن شیعه درسته، اون مورچه خارا میگن نمیدونم مثلا سنی درسته، یه سری مورچه خارا میگن جفت اینا کوسچن، این یکی درسته، 3000 تا دیگه از این تو تکرار هست. تو وقتی این صحنه رو ببینی میتونی بفهمی که این مورچه خارا خیلی توی این داستان گم شدن، نمیتونن دیگه ببینن چیه داستان. میبینی دیگه، میگه اوکی مورچه خوار بودن، بعد به عقل رسیدن، بعد خب اول اومدن غذاشون درست کردن، بعد دیگه بیکار شدن، یه محمدشون به وجود اومده، شروع کردن به معروف دین درست کردن، بعد حالا مثلا کشف مثلا چه میدونم چراغ هم کردن، حالا چراغ خودشون هر چی که اصلا کشف کردن و دارن زندگیشون میکنن. حالا این کانگوروها بیان یا چیز این مورچه خوارا بیان بشینن به تو بگن که آقا بیا بشین خود ما واقعی خدا و وجود داره و اینا، بعد تو مثلا میگی که اوکی دمتون گرم، نه من نمیخوام بشم گوش بدم به کوشچرای شما، بعد میگن تو پس نمیفهمی و میگی وجود نداره، اگه بیای گوش بدی بفهمی بعد بگی فرق داره. میگم نه دادا شما گستاخی دیگه، لازم نیست من میام بشینم بحث کنم که پینوکیو وجود داره یا وجود نداره. آقا یه کتابی که نوشته به خیالش دیگه من نسبت به دین راجع به اینجوریه. حالا من خیلی عادی رفتم توش، اصلا هنوز امین نگفته چی میخواد بگه و این حرفا. امین یه سلام علیکی بکن. سلام چطوری؟ خب بگو ببینم امروز چیه، چند تا سوال بپرس. میخوام بدونم که چجوریه که مثلا همه میگن اوکی مثلا ما یه جوری تولید شدیم، اولش که کسی نبوده که دوتا انسان اولیه وجود بیاد، بالاخره یه کسی کره زمین اینا رو تولید کرده درست کرده، بعد دوتا آدم و حوا بودن، کی بودن اونا رو درست کرده. پس تو داری میگی حتما باید یه سازندهی باشه. آره دیگه، نمیشه باید با فکر جوره نمیاد. تو مثلا چجوری فکر میکنی که یه سازندهی نیست؟ خب من سوال دارم، خدا کجا میاد؟
میبینی؟ یعنی با آدم های دینی بحث کردن کار مثلا اینکه مثلا اون صحنه چه فیلم هستش یارو با شمشیر داره چیز میکنه، ایندیانا جونز با شمشیر یارو میرسه چیز میکنه، با یه تفنگ دمی میزنه وسط مغزش میمیره، اینم شبیه همونه. یعنی مثلا اصلا هیچ بحثی، من بحثه به قول دینی و زیاد شنیدم، یکی میگه مثلا ما نمیتونیم، اگر ما از میمون اومدیم چرا هنوز میمون هست، مثلا یکی از بحثا اینه، یکی دینی اینه که چرا میمون پس باهوش نمیشه. سازنده رو چجوری میبینی؟ مثلا سازنده نمیتونی بفهمی، حالا به هر دلیلی برتر از ما ها، بالاخره یه جوری ما ساخته شدیم به هر روشی. الان میگه ما با رندومنس ساخته شدیم، ما با همین جوری چیزا با هم قاطی شده، شده یه باکتری توی 4 بیلیون سال رسیده به ما. الان اینو میگه، همش هم هست با اوییدنس و فکت و دی ان ای تست، و تو میتونی ببینی کی از خرس جدا شدی، کی از کرفس جدا شدی، کی از قارچ جدا شدی، کی از قورباغه جدا شدی. تو قشنگ میتونی برگردی تو هیستوری ببینی یه روزی که خب بعد چجوری شدیه هوی انسان، چجوری شد که ما موش بودیم، ما همه موش بودیم. خب بعد وقتی که ما موش بودیم دایناسورا ما رو می‌خوردن اگه گنده می‌شیم، چون تو اِوولوشن دو تا اتفاق تو می‌افته، یا تو گنده‌تر می‌شی یا تو باهوش‌تر می‌شی کلا. خب اوکی. بعد موشا چون زاد و ولدشون هم زیاده، هر سال جنریشن مینداختن، مثلا هر سال ایوالو می‌کرده، یه سری موشا گنده‌تر می‌شدن، یه سری موشا باهوش‌تر. اون موشایی که گنده‌تر می‌شدن خورده می‌شدن به واسطه دایناسورا، میگن از 2 کیلو که بزرگتر میشده یه حیوانی دایناسور میتونستن ببیننش و میخوردنش. بعد برای همین ما همیشه کوچولو ها میموندن و اونا که باهوشتر و باهوشتر و باهوشتر میشدن. این دلیل این که ما مغزمون یه خورده از بقیه حیوان جلوتره اینه. بعد اتفاقی که میفته دایناسور که از بین میرن، حالا ربطی نداره، مثلا می‌خواستم بگم یکی دلیلی که مثلا ما گوشمون دو تا استخون داره، اکثر حیوانات مثلا یه استخون دارن، به خاطر اینه که ما شبا می‌رفتیم برای اینکه مثلا شکار کنیم و غذا پیدا کنیم، به خاطر همین روی صدامون بیشتر کار می‌کردیم، روی گوشمون هم مثلا بهتر شده. بعد خلاصه نمی‌دونید بلکه دایناسورا 65 میلیون سال پیش از بین میرن، نمی‌دونیم چرا، احتمالاً یه شهاب سنگ خورده ولی هنوز نمی‌دونیم. اونا که از بین میرن دیگه پستاندارا شروع می‌کنن قوی‌تر شدن و قوی‌تر شدن و قوی‌تر شدن و ایوالو می‌کنه، میرسه به میمون. یه میمون یه روز دوتا بچه میزاد، یکیش میشه شامپانزه، یکیش میشه انسان، بعد انسان میشه مای دیوس، شامپانزه هم کنار تو جنگل بنده خدا. خب نه، من یه سوال دیگه دارم اینجا. خب وقتی باکتریا میگه از این از اون جدا شدن، شدن این ما به وجود اومدیم، خب چرا دیگه جدا نشدن که یه چیزی شبیه انسان به وجود بیاد؟ خب کی میگه نشدن؟ خب چی الان شبیه انسان دیگه تو موجود خاصی میبینی؟ آره شامپانزه، اورانگوتان، میمون. یه جز میمون و اینا. خب ما یه دونه داریم دیگه، فقط یکی، ما یه رشته ایم، ما یه دونه ایم. خب نه، بازم باید نه، اون زمان همه حیوانا بودن، یعنی بعد انسان مثلا دیگه چیز جدیدی نیومده که مثلا میگه خب الان انسان آخریشه، این از انسان بهتره، ولی 2 میلیون سال دیگه شاید یه دونه چیز بیاد که از انسان بهتر باشه، ولی دیگه نمیتونه بیاد به خاطر اینکه الان انسان ابرقدرت دنیاست. اینجوری نیستش که تو یوسف بلنشی ببینی صدها هزار تا قورباغه باهوش شدن، آرمی درست کردن، کشورشون درست کردن، یه قورباغه باهوش میشه دیگه. زمانی که انسان ابرقدرت نبود میتونست یه چیزی از اول قدرت تر از انسانم بیاد، میدونی؟ خب بود دیگه، دایناسورا مثلا کل زمین مثلا چندین سال دست اونا بوده، اونا اول قدرت چیز بودن، زمین بودن، بلکه اونا از بین میرن نفر بعدی ما میشیم. پس آردی الان دایناسورا برگردن همه انسان ها میتونن تیکه پاره کنن تو 5 دقیقه. اگر الان یهو همه انسان ها ترانسفر کنی به 65 سال پیش با تمام این تکنولوژی و تانک و مانک، هنوز احتمال داره هممون از بین بریم. خب واسه همین یه بازیه توی تایمی که ما الان هستیم، ما الان نفر اولیم، ولی مثلا تو بچهای امروزی آپاندیس دیگه به وجود نمیاد. خب همین اِوولوشن دیگه، این الان انسان بهتر شد. تو قدیما زمانی من بچه بودم چپ و راست میشنیدی، این فلانی آپاندیسش عمل کرد، حالش بعد چه رسومش بیمارستان 10 دقیقه دیر رسید بود، مرده بود، این یکی مرد چون 10 دقیقه دیر رسید. 24 ساعت خبر میومد که آپاندیس چرا دیگه وجود نداره، چون بعدن احساس کرد، نه اینکه احساس کرد، فهمید دیگه آپاندیس رو احتیاج نداره، آپاندیس رو دیگه درست نمیکنه. ما گوشمون عضله داره توش که تکون میخوره، دیدی چه آدم گوششون تکون بدن، ولی 99% 99% انسان دیگه نمیتونن گوششون رو تکون بدن. چرا؟ چون وقتی که کوچولو بودیم، وقتی صدا می اومده نمیتونستیم بفهمیم که صدا از کجا میاد، برای همین گوشو باید تکون میدادیم مثل گربه که بتونیم بفهمیم صدا از کجا میاد. بعد سرام که گنده شد، گوشم اصلا دور شدن، دیگه وقتی صدا از این ور میاد، این گوشه خیلی زودتر از اینکه گوشه میفهمه تو میفهمی صدا داره از اون ور میاد. برای همین عضلات دیگه تکون نخوردن، عضلات تکون نخوردن، ضعیف شدن، ولی ما هنوز عضلات تکون خوردن گوش رو که تو مال موشه رو داریم هنوز، ولی استفاده دیگه نمی کنیم. اون چیزی که تو فکر میکنی ساخته شده باشه، این عضلات شوق نباید داشته باشه. اگه خدا
که انقدر با شعوره و سازنده است و کارکس همه ما رو تو هفت روز درست کرده، برای چی بیاد عضله یه بذار تو گوشم که استفاده نداریم؟ کسخله؟ به غیر از اینکه کسخله چه معنی میتونه داشته باشه؟ من دارم یه انسان میسازم بذار سه تا عضله بذارم تو گوشش، حالا این رد کنم، اینو به این وصل کنم، اینا، ولی کار نکنه. خب قبل از انسان چی؟ قبل از انسان بالاخره حیوانا هم بالاخره یه جوری اومدن. خب حیوانا از در واقع از آب اومدن بیرون دیگه، یه حیوان از آب اومده بیرون، بعد اون مادر تمام حیوانا. نه این یعنی دیگه حیوان از خب چی جوری اون یه حیوان از آب اومده بیرون؟ بالاخره یه طوری بهش میگن توی دی ان ای وقتی که نشده. تکنیکلی از آبیم هممون، ولی حالا چیزی که هست وقتی که تو دای دی ان ای کپی میشه دو دفعه بدن تست میکنه که کپی دی ان ای درست شده باشه، وقتی که داره دی ان ای مامان تو با دی ان ای بابا تو میکس میکنه که تو رو درست کنه. هر خیلی خیلی چند وقتی بار میشه که این دی ان ای اشتباه بشه، از دستگاه اول دیده نشه، از دستگاه دوم هم دیده نشه. یعنی بدن دو تا ستاپ داره که چک میکنه دی ان ای رو، اگر کپی درست نباشن دی ان ای رو میکشتش، خرابش میکنه. خیلی 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 کم اتفاق میفته که تو این دی ان ای رو نمیتونی، یعنی نمیگیرتش وقتی اشتباه شده. یه بچه به دنیا میاد که 6 تا انگشت داره، یه بچه به دنیا میاد که نمیدونم مثلا میگم 3 تا چشم داره یا دست نداره، به این میگن اِوولوشن. حالا اِوولوشن نیست که تو خر بودی صبح بلند میشی باهوش شدی، نه، تو یه خرابی برات به وجود میاد. حالا مثال واقعیشو راحت‌تر میذارم که قشنگ مثلا بتونیم بفهمیم. مثلا زرافه رو مثال میذارم. زرافه ها از خانواده اسبن، گردناشون عین اسب بوده. یه روز یه زرافه دی ان ایش دو دفعه میستیک میکنه، میگه آقا گردنو به جای مثلا 1 متر 2 متر بساز. این اشتباهم توی دو تا دستگاه خونده نمیشه، واسه همین دی ان ای میره و این حیوان به دنیا میاد. این حیوان که به دنیا میاد گردنش دراستر میشه. بعد وقتی همه اون حالا هرچی اسمشون زرافه قبلی، اسب زرافه، هرچی خواستی بشه بذاری، وقتی اونا گلشون میافتن گل بخورن یا برگ بخورن، باید همه با هم میجنگیدن. اگه سمت چپو نمیافتی راستی تموم شده بود فلان بسار. این یارو که گردنش 2 متر بوده با برگ نباید میجنگیده، همیشه ریلکس ما میساده برگا رو میخورده. از اون دورم که شیر میخواست حمله کنه، این نفر اولی بودی که میدید، اون نفر اولی بودی که میدویده، نفر آخر رو شیر میخورده. بعد 10 سال بعد، نه ده، یه سال بعد که دوباره این حامله میشه، دو تا بچه میزاد، همین ظرف گرد دو تا بچه میزاد، بعد دو تا میشه 4 تا، بعد 4 تا میشه 6 تا. از اونورم شیرا دارن این ظرف گردن کوتاه رو میخورن، غذای پایین داره تموم میشه، بین ظرف کوچیک قد گردن کوتاه جنگ واسه غذا. بعد که میای اینو فاست فوروارد میکنی 100 سال 200 سال 1000 سال 10000 سال میای جلو، میبینی از اون ظرف قدیمی دیگه هیچی وجود نداره، فقط همه ظرف ها گردن بلنده. اِوولوشن اینجوری اتفاق میفته، اینجوری یه شبه نیست، اینجوری که مثلا چرا ما نمیبینیم یه پس ادبیات بال داشته باشه بال بزنه، نه. الان اولا که انسان تکنیکلی جلوی اِوولوشن رو گرفته، چون اِوولوشن احتیاج داره که این به قول معروف آب فلان ما پخش بشه همه جا. یعنی من باید 50 تا دختر حامله کنم، تمام مردم باید این کارو بکنن، هر دختری هم باید 10 تا 20 تا 30 تا بذاد که این اِوولوشن تو حرکت باشه. ما اِوولوشن استاپ کردیم، میگیم او اون رنگ پوستشو دوست ندارم، من با اون نمیدم، او زبون اینو بلد نیستم، من با اون نمیدم. پس تو داری خود انتخاب میکنی با کی بری، پس تو داری تغییرات رو هی کم و کم و کمتر میکنی، بعد فقط با یه نفر میمونی. واسه همین شانس این که دوباره تغییرات بشه با 10 تا پارتنر متفاوت، با 10 تا آب معنای متفاوت، دوباره این دوباره داره تأثیرش داره کم میشه. برای همین انسان نوعی جلوی اِوولوشن رو گرفته. الان یه بچه به دنیا بیاد با 6 تا انگشت، همون روز اول عملش میکنن، انگشتا رو میبرن، بعد بهش میگن که آره تو بچه بودی 6 تا انگشت داشتی، ولی شاید اگه نمیمردیدن بهترین چیز 6 تا انگشت بود، بعد اصلا کیبورد 6 انگشتی میومد فلان مثلا. ولی ما جلوی اِوولوشن رو گرفتیم. الان کسی که ایوالو میکنه ما بهش میگیم عقب مونده، یا بهش میگیم در واقع این بیچاره عقب افتاده است، ناکنین مشکل داره، این ناکنین اینجوریش کرد اونجوریش صافه. به خاطر همین انسان دیگه تکنیکلی فکر نمیکنم ایوالو بکنه خیلی عجیب غریب، ولی مثلا میبینی همین که آپاندیس غیب شده انسان داره ایوالو میکنه دیگه، همین که گوشه آدم دیگه تکون نمیخوره برای عضلاشو داریم، اینا داره ایوالو میکنه دیگه. واسه این ما یه جا اومدیم، این یه جا همینه، یه باکتری شده این ریختی شده اون ریختی، بعد چشم به وجود اومده. مثلا چش آدم یا چش تمام انسان، تمام موجودات چششون تخمیه. دیدی وقتی تو یه دونه خط کشو میکنی توی آب کج میشه، آب نورو کج میکنه، چش توی آب درست شده، چش ما دیزاین شده که آب باشه، توی آب خیلی خوب میبینه، وقتی میایم بیرون به اون خوبی نمیبینه. برای همین که مثلا حیوانایی که مثلا توی آب هم میتونن خیلی دورتر رو ببینن تا حیوانایی که بیرون از آبن، چون چش توی آب درست شده. الان که اومده بیرون دیگه نمیتونه عوض شه، بگه خب اوکی ادور از اول شروع کنیم یه چش جدید بسازیم که واسه هوا درست شده باشه، نه دیگه، چش تو آب درست شده، الان بعد خودشو با این طبق وقف بده. برای همین چش ضعیف میشه، چش نمیدونم مشکل داره، برای همین تمام اینا به خاطر همینه، چون چش باید تو آب باشه همیشه. خب الان تو از این حرف من چی گرفتی؟ قانع شدم. واقعا میگی؟ آره، چون قلندر قانع نمیشه هیچ وقت. حالا یه سوال دیگه، چجوری هممون روز زمین
چرا مثلا مریخ نه، این همه سیاره دیگه. خب اولا که میتونه، خب حالا دو تا جواب بدم. اولا که این همه جای دیگه نه، شما جای دیگه بودی یا بابات؟ خب نه، چرا تو جای دیگه نه؟ خب ما که نبودیم، شاید باشه. نه مهندس، این همه آدم دارن میگن نمیشه، یعنی جای دیگه اصلا انسان دووم نمیاره، هیچ حیوان زنده‌ای دووم نمیاره. نه این دروغ اشتباس. الان یه دونه ماه داریم که دور یک از سیارهامون میچرخه به اسم یوروپا. یوروپا یه سیاره است، یه ماهه که بیرونش فقط یخه ولی توش گرمه، چون که با عکس میتونن ببینن رودخونه داره، از بغلش هم آب بعضی موقع میپاشه بیرون بابت بخار. پس نشون میده یه سورس حرارت داره توش و احتمال میدن اولین جایی باشه که تو دنیا به تو حتی راهشیری خودمون، نه راهشیری خودمون، منظومه شمسی خودمون که بتونن زندگی پیدا کنن. ولی دورش نزدیک 5 کیلومتر اگه اشتباه نگم یخ داره، واسه این باید یه ربات بسازن که بره اونجا بشینه، بعد 5 کیلومتر زمین رو سوراخ کنه بره تو، بعد تو آب بره ببینه چی هست. واسه همین یه پروژه فوق العاده سختیه، هنوز نمیدونن چه جوری بهش برسن. خب پس ما الان نمیدونیم آرید اونجا هست یا نه. پس من فکر میکنم هست شخصا، من الان آرید باکتری دارم توی اون آب میبینم. نه بالاخره اونا چی جوری درست شده؟ هنوز نمیدونن چه جوری میشه که یهو یه چیز ارگانیک تبدیل میشه به لایف، ولی نشون میده از اونجایی که زمین حرارتش داشته میومده بیرون توی آب، اونجا این اتفاق افتاده. برای اینکه تمام عنصرهایی که میخواستن توی آب و توی زمین کامبینیشنش وجود داره که ما رو ساختن، حرارت وجود داره که چیزا رو به هم بچسبونه، و به خاطر اینکه آب تکون حرکت توش راحته، چون اگه یخ بود نمیتونستن چی تکون بخوان که با هم قاطیشن. اگرم گاز بود انقدر هم دورن به هم نمیخورن، و به خاطر این میگن اونجا این چیزو با هم میکس شده، و اگه اینو 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 با هم میکس کنی تکنیکی این حالت تبدیل میشه مثلا به یه باک، یه سلول تبدیل میشه. ولی اینو هنوز انسان نمیدونه. ما میدونیم یه چیزا رو نمیدونیم. خب این یکی از چیزای زندگی ماه، ما نمیدونیم مثل چیزا رو. میدونیم 14.5 بیلیون سال پیش یونیورس درست شده، 15 بیلیون سال پیش چه اتفاقی داشت میافتاد، هیچی بود، هیچی نبود، اگه بود کجاست، اینا رو ما نمیدونیم. ولی میدونیم از یه نقطه شروع شدیم تا الان داره پیش میره، یه انفجار بوده و الان هم داریم ما ادامه‌شیم. ما هم تکنیکلی از آشغالای انفجار ستاره ها درست شدیم. یعنی یه ستاره وقتی منفجر میشه توش تمام عنصرهای درست میشن که زندگی توش براش لازمه، و اینا پخش میشن به هم میچسن میشه ما. ما نمیدونیم کی این کارو میکنه، چی این کارو میکنه. میتونه یه بازی باشه، میتونیم ما توی سرور کامپیوتر یه یارو باشیم، یارو یه بازی خریده، این بازی اینه. شه. اونا کیان رو دیگه ما نمیدونیم. آره بعد اینو ایلان ماسک ثابت میکنه، 99.99999% 6 تا یا 7 تا 9، 99.7 تا یا 6 تا 9 ما تو بازی هستیم. 0.00001 ما زندگیمون واقعیه، یعنی ما رسما پلیریم. حالا من همینو میگم، شاید یارو که بازی ساخته میخواد ببینه که اگه دنیا رو ران کنه چند تا ستاره به وجود میاد، اصلا تخمش هم نیست لایف چیه، یا میخواد بدون چند تا لایف به وجود میاد. یا مثلا میگم الان تو کره زمین به ازای هر یه انسان 10 میلیارد مورچه وجود داره. حالا تو اگه یه آدم ساینتیست باشی، کره زمین مال انسان یا مورچه؟ میدونی؟ واسه همین شاید اصلا کسی داره میکنه میخواد ببینه آقا مثلا قدرت تو چی میشن، بعد میگه آره مثلا ما فهمیدیم که قوی ترین چیز اینه که مثلا مورچه‌ن، چون با هم کار میکنن و چون مثلا با هم حرف بزنن مشکل ندارن، ولی انسان ها چون میتونن با هم حرف بزنن مشکل دارن، واسه همین مثلا تخمی هن. یا شاید مثلا ریسرچ اینه که چقدر آب تولید میشه ها، یا چقدر سکس میکنن آدما، نه آدما یعنی موجودا، یعنی خرم که میکنه تو چون اون یه کانتر اونجا میزنه 1، منم که میکنم میزنه 2، تو هم که میکنی میزنه 3. من اینجوری میبینم دنیا رو، من میفهمم که نمیفهمم داستان چیه، و چون نمیفهمم دلیل نمیبینم که من باید یه راه پیدا بکنم که اینو بفهمم، و تنها آپشنم هم اینه که خدا وجود داره. خب میگم واسه چی باید انقدر کتوشو رو به هم وصل کنی که به یه موضوع برسی؟ من بعید میدونم دنیا اینجوری باشه. مثلا تا 100 سال پیش به قبل نمیفهمیدم برق چیه، همه حیوانا هم رد و برق دیدن، الاغ هم رد و برق دیده، گوسفند هم رد و برق دیده، ما هم رد و برق دیدیم، پس میدونستیم وجود داره. میزنه درخت خارکوسه وسط نصف میکنه آتیش میگیره، ولی هیچ چیزی برق چیه؟ گفتن چی؟ یه خدا وجود داره پشت ابرا، عصبانی که میشه رد و برق میفرسته، همون قبول کردن. تا یه خارکسته من گفت آقا برق اینه، الان تو خونه چراغمون همه روشن میکنه، همه خوشحالیم، هیچ کم دیگه به خدای برق باور نداره.
اینم هم همونه، چون ما نمیدونیم دلیل نمیشه که از خدا وجود داره. ما نمیدونیم، من میتونم بازی باشم، میتونم خدا داشته باشم، میتونم فلان، ولی انقدر شعور دارم که مگه خدا داشتم نمیومد به من اینجوری بگی من وجود دارم. چون اگه خدا بود یا خوشو نشون نمیداد، فقط میخواست واقعا ببینه کیا خوان کیا بدن که بعدن خارشونو بگاد چون خدا کن چون خدا کس خلن، یا خدا میگه آقا من وجود دارم، شما کسشارو ساختم آدم باشین دیگه ها. اگر این آدم بود که مال ما در واقع داره میگه اینه، چون اومد 2000 سال 1400 سال پیش اومد دیگه، 1400 سال پیش اومد گفت من هستم، به قول محمد میگنم 375,000 تا هم قبل اون پیغمبر بودن دیگه. یعنی این خدای چپ و راست آدم میفرستاده که برین آقا به مردم یاد بدین، برین به مردم یاد بدین، برین مردم 350,000 تا آدم. اصلا من فکر نمیکنم ما 350,000 تا جنریشن انسان داشته باشیم، ولی حالا بگو داشتیم. یارو 350,000 تا آدم فرستاده، بعد از اونم 12 تا دیگه امام فرستاده، بعد که مردم یه سری قبول کردن، یه سری شاکی شدن، گفته دیگه نمیفرستم. مریض این خدا، احمق، کسخلت. تمام آدمایی که مثل منن ترجیح میگن که کسش تو که معجزه میکردی، تو که زنده رو هر حکی زنش میورد میگفت شخ کردم از خاک میکشیدی بیرون میفرستی با کفتر خونش به شوهره بده، این همه کار میکردی، چرا الان که ما لازم داریم نمیکنی؟ الان که دیگه خیلی راحت است، لازم نیست 350,000 تا فاکین چیز بفرستی، یه دونه بفرست خود یارو یوتیوب میزنه تموم شد، همه دنیا میبینن. یعنی یارو با یه نفر کار 200-400,000 نفر دارم این قبلا فرستادن میتونه انجام بده، ولی الان نمیکنه دیگه. خب من چرا باید به همچین کس و شعری باور کنم؟ یعنی واقعا مثلا نمیفهمم واقعا بحث خدا چه جوری هنوز وجود داره. من واقعا میفهمم اگه مثلا یکی توی یه محله کس و شعر بزرگ بشی، مامانه کس و شعر بگه، بابای کس و شعر بگه، مامان بزرگ کس و شعر بگه، فقط مزخرف بشنوی راجع به خدا ما اینا، بعد باور میکنی. مامان بزرگ من، خودم مامان بزرگم میومد میگفت فلانی فلج بود، رفتم من امام زاده فلان، یارو دست زد به سرش بلند شد شروع کرد راه افتادن، 10 تا دکتر رفته بود آلمان، همم نمیدونم چه میان آلمان اپرنلی آلمان هم برده بودن داشتن توستن درستش کنن، ولی این یارو رفت اونجا درستش کرد. خب این خارکوسه چرا تو امامزاده، چرا نمیده بیمارستان کار کنه؟ چرا یه دونه از این امامزاده تو بیمارستان نمیدن کار کنن؟ چرا همشون فاکین تو چیزن؟ چرا همشون بدون استثناء تو خاطرات هستن؟ بعد وقتی دوربین به وجود اومده یک دونه از اینا دیگه کار نمیکنه. همه گفتن که نه ما نمیخوایم چوسی بیایم، ما فقط میخواستیم واسه 200 نفری که دور اونن چوسی بیایم، دورتر بشه نمیشه. پس معنیش اینه که یا به اون یارو فلج پول دادن که از اصول در بیاره، یا اصلا مامزه هم چیزی نیده، یه نفر بهش گفته، اونم یه نفر بهش گفته که همه همدیگر دوست داشتن، گفتن که ما حرف همدیگر باور میکنیم. وگرنه به غیر از این هیچ نوع منطقی نمیتونه باشه که آقا چرا این خارکوسه که تا 100 سال پیش داشته معجزه میکرد و فلجا رو خوب میکرد، چرا الان یهو وایساده؟ و تمام آدمای مثل من میان یه بار خودتو نشون بده، یه بار یه دونه پیغمبر بفرست، یه بار یه کار آسون عاقلانه بکن ما ببینیم چرا وجود نداره. من خدا مگه وجود نداره؟ آقا تو 5 دقیقه آینده یکی در خونه ما رو بزنه اگه خدا وجود داره دیگه، اینو نمیتونه انجام بده. یعنی انقدر خدا خوار و ذلیل، خونه منو هر هفته 10 نفر میان در میزنن، یکی میخواد شیشه بشوره، یکی میخواد برف وارو کنه، یکی میخواد سقفمون رو عوض کنه، یکی به فزن اینو بزنه. منو تعجب میکنم که چجوری تو 5 دقیقه من خواستم اتفاق افتاد و این میدونم اتفاق نمیفته. این کارو هزاران بار میتونه همه میتونن امتحان کنن، مگر اینکه یارو باباش مرده رفته تو خونه گریه کرده گفته خدایا اگه بابامو خوب کنی قول میدم دیگه بده باور میکنم، من بابا خوب شده. اینم بنده خدا اینو گفته آقا من به یارو خواهش کردم خوبش کرد، اتفاقی که به هم رب نداره به هم رب داده، توش کی کرده؟ اینم آدم میتونه بفهمه که یارو چرا نادانه، ولی اینکه برای یارو توضیح میدی هنوز نمیفهمه، میگه آقا شانسی خوب شد بابات، مثل بابای تو اون مریضی 100 نفر میان تو بیمارستان 40 تاشون میمیره 60 تاشون زنده میاد، بابا تو که از اون 60 تا بوده، چی برای سخت بفهمی؟ نه من میدونم کار خداست، دکتره به من گفت احتمالا این رفتنیه. میگم خوار دکتره بیشتر اون چیزی که دیده چندین سال گفته احتمالا دو تا 40 تا دکتره اشتباه کرده، چقدر سخته این فهمیدنش. اینو نمیتونه بفهمه، ولی اینی که یه دونه کسوشه توی ابرا زندگی میکنه، همه رو نگاه میکنه، بعد مریض هرگی کار هر بد بکنه رو خارش رو میگاد، بعد تمام کسایی که مسئولن از طرف آقا همشون خارکستن کار بد میکنن، هرکی آمارش میاد بیرون دستش گوهی دوزدن، پول میدوزدن، کشور رو به گوه کشینن دیگه، ایران دیگه مثال از این بهتر. یعنی واقعا معذرت میخوام، نه راست میخوام معذرت نمیخوام، کیرم تو کس نه هر کسی که واقعا تو ایران به اسلام هنوز باور داره، چون هر تو عربستان بودیم منم میخواستم صبح تا شب دعا میکردم، کشور
رو ساخته یارو، ساختمونای خوشگل تمیز، پول میده به مردمش، تکس نمیدن مردمش، نمیدونم کشورت ردیفه قویه، دنیا کسی باش حالا عاشقش نه، تنفر هم بهش نداره و و 10 تا کشور دیگه هستن که اسلامی ان و حداقل میدونی نرمال هم هستن، یعنی میگه آقا ما با زبون اسلام داریم این کارا رو میکنیم و کشورم داریم میچرخونیم. ولی خدای ایران یا دینه تو ایران واقعا چی واسه مردم گذاشته که هنوز دارن میرن؟ یعنی کشور از نظر احترامی، شخصیتی، موقعیتی، اقتصادی، کشاورزی، تکنولوژی، از همه چی بگوهه، همه چی عقب افتاده است، همه چیش داغونه، رودخونه‌هاش خوش شدن، تمام چیزاش داره از بین میره، یعنی دیگه لازم نیست من بگم، همه میدونیم چه کثافتیه. اینا ایران میشه اسلامی ترین کشور دنیا، هر کی الان میخواد بگه اینا دینشون اینا خفش و کسش نگ مادر جنده، اینقدر از این جمله بدم میاد که نه این اسلام واقعی نیست. این چه مزخرفیه میگی؟ یعنی چه اسلام واقعی نیست؟ این از اسلامی که از اسلامی که از میتونه باشه است دیگه، چیش واقعی نیست؟ بعدش هم اگه این تمام کشورهایی که فاکین دینیان به خرافات واقع باور دارن، به زناشون اذیت میکنن، همشون تخمی هم بدون استثنا، ایران هم از همه بدتر. چه جوری یه آدم میده تو ایران هنوز به خدا باورشه بشه؟ بعد من میبینم مثلا یارو میگه خدا برسونه، خدا فلان کنه. خب چرا میتونی اینقدر احمق باشی؟ مثلا من نمیفهمم چرا یارو خیابون خوابیده، تو آمریکا دارن توضیح میدم، تو خیابون خوابیده کی بهش پول میده شروع میکنه خدا رو دعا کردن و میگه من میدونستم تو حواست به من هست. ما دقیقا یکی بونم شده بیرون به تو، اون به تو حال داده، به خدا چه حفی داره؟ اون یاره که صبح مریض میشد نمیاد بیرون به تو پول نمیرسید. اینجوری نیست که مثلا چون خدا میخواسته او این مریض شو بذار یه نفر دیگه رو بفرستیم. نه خدا چه گویی خورده این وسط. بعد خیلی هم نشینن تا آخر عمرشون میگن خدا نمیرسونه. اونا هیچکی نمیشنوه. ولی اون یه نفر که شانسی براش میاد شروع میکنه همه جا رفتن گفتن او آره میدونی نشسته بودم داشتم به خدا فکر میکردم و یهو یکی اومد $1000 پول گذاشت رو پای من. اگه این نشونه میده خدا هست دیگه هیچی نشونه میده خدا هست. چه مزخرفی این، چه احمقانه. یه نفر دور کمک کرده باشه که به اون یعنی میدونی فقط آدمای دینی منتظرن یه کوسچر اتفاق بیفته خوب باشه بگن این خدا رسون. من مثلا همون دوستام که تو ایران پول قرض کرده بود قول میدم اونم شب میگم خدایا مرسی که مثلا رسوندی، من میدونم تو برای من رسوندی. یعنی اونم باز تاییدش از من تشکر نمیکرد، داشت از خدا تشکر میکرد و من واقعا نمیتونم بفهمم چرا. خب امین نظر شما چرا جبه کله؟ من واقعا قانع شدم. هیچ حرفی نمیدونم. نه چی از خدا دیدی که به نظر احتیاج خدا باشه؟ چرا احتیاج خدا باشه به نظر تو؟ نظر خودتو میتونی نگی یا میتونی نظر تو از حرفای بقیه بزنی چیزایی که دیدی؟ نه آخر میدونی یه سه چیزا هست که مثلا من اطلاع راجع به این چیزی که تو گفتی نداشتم. خب فکر میگم خب یه نفر بوده که قبل ما دوتا انسان آفریده که بقیه ادامه دار شده و هی تولید نست کردن و اضافه شده. خب همین اینی که تو گفتی هم من اطلاعات نداشتم. حالا هایی سیبت اضافه کنم دو تا چیز میگم. بالای 95% کسایی که به دین باور دارن کتاب رسمیشون رو نخوندن. من نوعی حتی یک نفر رو نمیشناسم که قرآن خونده باشه. خب این یک، یعنی همه اون آدمی که الان یه خورده مثلا چیز دارن میگن نه یارو دو کسشه میگه خود قرآن رو هم نخوندی، خود اینو میدونی. دوما توی کتاب دینی نوشته دو تا آدم اومدن همدیگه رو کردن بغل هم درست شدن، درسته؟ این دو تا آدم سفیدپوست بودن. تو تمام کتاب عکسشون سفیده. دی ان ای ثابت کرده که همه انسان‌ها از سیاه‌پوست میان، یعنی سفیدپوست و قهوه‌ای که ما باشیم وجود نداشته. اول فقط سیاه‌پوست بوده، بعد قهوه‌ای به وجود میاد، بعد سفیدپوست به وجود میاد. دلیلش هم فقط ویتامین دی از آفتاب، برای اینکه ما که تو آفریقا بودیم ویتامین با سیاه بودن ویتامین دی رو میگرفتیم. وقتی سفر میکنیم به طرف جای سرد، اونایی که رنگشون کمتر به وجود، یعنی همون تو دی ان ای یه رنگشون مریضی هست سفید میشی، در واقع فقط اون مریضی رو میگیره، تمام بدنشون سفیدتر میشن. اونا که سفیدتر میشدن ویتامین دی بیشتر میگرفتن، ولی مریضی نبود، رنگ پیگمنت های پوست رنگش عوض شده بوده، پس بیشتر نور خورشید رو میگرفته. بعد به خاطر همین اونا کمتر مریض میشدن، قوی تر بودن به خاطر ویتامین دی. بعد به خاطر همین اونا فقط موندن، سیاهاشون از بین میره توی چندین سال. یعنی ببین حتی همین یه داستانش هم که گفته با، یعنی ناگهان یه سیاه پوست داریم، یه قهوه پوست داریم، یه سفید پوست داریم، همین داستانش هم که گفته توی شانس هم اگه میخواست بذاره 33% خارکس شانس داشت. یعنی خدا که انقدر بیشوره که نمیتونه 33% شانس هم اشتباه میزنه،
بشه. چرا اصلا اینکه بعد بخواد اینو بپرسته؟ یارو کمدین خیلی حرف خوب با مزه میزنه، میگه من هرچی داستان تاله شنیدم راجع به خدا بوده، کتاب خدا نوشته، توضیح رو خدا داده، خدا میچرخونه همه چی و خدا رو میگه شیطان چریختیه. شاید خدا و شیطان دو تا رفیق بودن، با هم دعواشون شده، شیطان این آدم تخمی، نه خدا این آدم تخمی است که فقط پشت سر آدمو حرف میزنه و داستان میگه و که این با شیطان دیگه دوست نباشین. بعد شیطان این آدم باحال است که اصلا کاری نداره، گفت آقا تو آدم تخمی گوشه رفته. من باوسی می کتاب از شیطان بیاد بخونیم و ببینیم کدومشون سن آدم بعد داستان بودن. میگم حرف نامردی میزنم، غیر عادی میگم، بگو بگو آقا اینت به نظر من نامردیه، اینو به این فکر نکردی فلان. نه خوب علمی بود آخه، میدونی چیزی نبود که، من خیلی تلاش کردم ولی علمی بود. من یارو اومد اینجا من مخ منو بزنه واسه اینکه یه دین دیگه، بعد یارو کم آورد گفت من میخوام رئیسمونو بیارم، بعد رئیسشون اومدن مثلا 5 نفر آدم شواب کردن، دو تا ماشین، بیشتر از 5 نفر آدم، بعد در واسه یارو باز کنن مثلا اینجوری تعظیم کنن از این اتفاقا. یارو اومد درو باز کردم اومد تو، بعد از زیر 5 دقیقه بلند شد رفت. یعنی وقتی آدم باهوش پیدا میکنن اصلا وقتشون تلف نمیکنن، ولی تو میخوای اونوریشو فکر کنی، تو میگی آقا یارو واقعا باور داره به خدا، اومده تو خونه من میبینه من آدم باهوشی هم، میگه دادا چرا تو نمیخوای اینو بفهمی، بذار بهت نشون بدم، این توضیح بدم، تو داری اشتباه میکنی، ما آدم باهوشو میخوایم، به محض اینکه میفهمن باهوشی میذارن میرن دیگه، هم نمیان در خونه. من تمام زندگیم بین هر 3 ماه تا 9 ماه اینو در میزدن آقا جواد و ویدنس میخوای میدونی چیه فلان بسا. از اون وقتی که اون اتفاق افتاد دیگه هیچ کسی خونه من نیومده، چون مارک میکنم میگه این خونه، این خونه آدم باهوش، این خر نمیشه، ما فقط دنبال خر میگردیم. خب اگه میخوای خر بمونین، خر بمونین، به کیرم، برای من که خر نیستم، من که آدی میدونم خر نیستم و خری هم آدم بیرون. ولی اگه یه سری آدم مثل مامزوگ خودم میگه میخوام خر بمونم، میگه دوست دارم خر بودم بهم آرامش میده، چی بگم بهش دیگه؟ ولی اینی که باید با آدمای دینی احترام بذاری و اینا رو من اصلا قبول ندارم. چرا به یه کسی که دوست داره مثلا بچه بازی کنه باید احترام بذاریم؟ من عقایده اون نیست، من عقیده من اینه که باید بچه کوچولو ترتیبشو بدیم. اگه عقیده یه نفر اینه نه بهش احترام بذاریم، به عقاید هم احترام بذاریم. نه، چیزی که کس و شره باید جورشو بگیریم، دینم کس و شره باید جورشو بگیریم. دین چون خودش میدونه کس و شره، هر کی میخواد جورشو بگیره رو میکشه تو تاریخ. الان که نمیکشه من نمیفهمم مردم چرا هنوز گیرشن. نظر چی امین؟ درست حرفه دقیقتا، من اصلا مغزم رب یه جای دیگه کلن گم شدم. یعنی اصلا بعد از این ویدیو باید برم بگیرم تو تخت مثلا تا صبح بگیرم بشنم فکر کنم. خب این امشب خواب تعطیله. اگه چیزی دیگه داری بپرسی، نظر دیگه داری، چیز دیگه شنیدی بخوای بیا کشی وسط، من ام اوپن. نه آقا با توی جرابس نکنید، تلاش نکنید قانعش کنید. بذار اینم بهت نشون بدم، ببین این عکس سه تا آدمیه که وجود داشته همینجا باش. حالا که تا اینجا صحبت کردیم کسی حال میکنه ببینه انسان چه ریختی بوده و کجاش هست، من چه جوری شانس اینو پیدا کنم. تیپ تیپ تی دی دی تیپ تیپ تی دی تیپ تیپ تی دی 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 کامان چی میشه الان اون صفحه شانسی زق باز شه؟ اوله کتاب بود انقدر تش نمیتونست بشه. آها یه دفعه اونوری بور میزنم، ببخشید از همه، ولی پشیمون نمیشین چون عکس جالبیه. حتی ادیتور اینا میتونه حتی آقا بیا نبذ باشه ادیتور فسورد نکن. آقا این سه تا انسانیه که وجود داشته تو دنیا، تمام انسان ها از این سه تا آدم ها میان، از این سه تا حیوان، هر چی واسه شون بذاری. بعد دوربین زومی میذارم شب بهتر نشون بده، یه خورده این بهتر. او این دوباره هر ویدیو این بعد بیفته، این اصلا شده چیز ما سیگنیچر، من اینه که کلا میافته. از آقای امینی گرفتم، مکس امینی. خب ببین این ستا، این ستا آدم وجود داشته. اولیش مال آفریقاست، دومیش مال آسیاست، سومیش هم مال اروپا و غرب آسیاست. و قشنگ میبینی که آفریقایی ها شبیه اینن، چینی ها از اون در اومدن، مثلا ما هم از این وسطی این، قشنگ میبینی که این ترکیب ایناست. واسه ما هم یه حیوان بودیم مثل همه حیوان های دیگه،
یه چیز خاصی نداشتیم که مثلا خدا باشیم فلان، فقط شانس میاریم، زبون یاد میگیریم، میتونیم به همدیگه تجربه اون رو یاد بدیم و این باعث میشه که پیشرفت کنیم و به امروزی برسیم و این پیشرفت به هیچ عنوان به یه توهم نیاز نداره. آریان همیشه میگفت اگر خدا وجود نداشته باشه همه میزن تو خیابون همدیگه رو میکشن و وحشیگری میشه. مگه چه حرف احمقانه ای که آخه میزنی؟ من که به دینت هیچ باور نمیشم، چرا من هیچ وقت از این کار نکردم؟ اگر تو کست خوری تو مغزت فکر میکنی میخوای بری بیرون دیوونه بازی در بیاری و آدمو دیگه رو اذیت کنی، تو آدم مریضی هستی. میدونی چی میگم؟ یعنی اون رفت نداره، آدم ها میتونن سالم باشن همه، به خدا باور نکنن و بگن هر آدمی که میاد بیرون اذیت میکنم میدونیم زندان. اه آره این کارو میکنیم. خب اصلا دوباره میگم به خدا لازم نداریم ما. شاید اون موقع پلیس وجود نداشته بوده، بعد خدای چیزی ساختی که توهم باشه، ولی الان که دیگه همه چیز زیر کنترله، لازم نیست. دین، دین یه چیز کثیف، پولدزد، کسکش، آشغال، دروغگو، آدمای خنگ و خنگ تر کردن، دروغشون باور کردن و ایناست. و من تنفر وحشتناک دارم از تمام کسایی که به دین باور دارن، تمام کسایی که دینو دوست دارن، از تمام کسایی که میان با من بحث کنن که مثلا بیا بهت نشون بدم خدا وجود داره، میام دیوانه ای میام با تو بحث کنم پینوکیو وجود داره، بیا با تو بحث کنم گودزیلا وجود داره، خب چرا این کارو بکنم؟ خیلی خب این آقا 45 دقیقه بنده راجب خداوند متعالی کیرانت. Love you, Chucks.